سلام، در رویدادهای خبری امروز استدیوی آزادی من جاوید نعیمی میزبان شما خواهم بود. رئیس جمهور افغانستان میگوید تطبیق توافق صلح حداقل 5 سال وقت میگیرد. محمد اشرف غنی که با هیئت ارشد حکومت افغانستان در نشست ژنو سخنرانی میکرد همچنان گفت که پیشنهاد صلح پیش شرط ندارد، اما پروسه صلح مشروط است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی هم در نشست امروز ژنو گفت که تلاش های صلح حالا از حرف زدن وارد مرحله عملی می شود. رئیس جمهور اشرف غنی برای ارائه کارکردهای ادارهش وارد نشست ژنو شد. آقای غنی به مسائل مختلف از جمله دستاوردها در عرصه معارف، مبارزه با فساد، تقویت نیروهای امنیتی، اقتصاد و اصلاحات در افغانستان تماس گرفت. اما او از ناامنی، فقر و خشکسالی به عنوان بزرگترین مشکل افغانستان یادآور شد. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که بزرگترین اولویت حکومت باید برقراری صلح باشد. انتخابات ریاست جمهوری برای صلح یک عنصر اساسی است. مردم افغانستان به حکومت منتخب و متحد نیاز دارند تا توافق صلح را در اولویت قرار دهد. برای تطبیق توافق صلح حداقل به 5 سال نیاز است. در نشست امروز ژنو، روزا میری دی کارلو، معاون امور سیاسی منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که بیش از هر زمان دیگر فرصت برای صلح در افغانستان به وجود آمده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان باز هم از موضع گذشته حکومت یادآور شد که صلح با گروه های تروریستی و دخیل در جرایم ممکن نیست. حکومت 5 رویکرد برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی دارد که با مذاکره با پاکستان، آمریکا، کشورهای منطقه، جهان اسلام و در نهایت با کشورهای عضو ناتو و غیر ناتو دنبال خواهد شد. نشست ژنو به هدف اطمینان از ادامه کمک‌ها برای افغانستان برگزار شد. این نشست دو روزه برای عملی شدن کمک 15.2 میلیارد دلاری که از سوی جامعه جهانی در جریان نشست بروکسل در سال 2016 تعهد شده بود، خیلی حیاتی دانسته شده است. وزیر خارجه هند میگوید کشورش در اجلاس سارک یا انجمن منطقه‌ای همکاری‌های جنوب آسیا در اسلام آباد اشتراک نمی‌کند. سوشما سواراج امروز گفت تا هنگامی که پاکستان از فعالیت‌های تروریستی در هند دست بر ندارد، گفتگوها معنایی نخواهد داشت. هند امروز تصمیمش را در مورد نشست سارک اعلام کرد. سوشما سواراج وزیر خارجه هند در یک نشست در شهر حیدرآباد و خبرنگاران گفت کشورش به خاطر فعالیت‌های تروریستی پاکستان در هند در اجلاس انجمن منطقه‌ای همکاری‌های جنوب آسیا اشتراک نمی‌کند. دعوت برای ما جهت شرکت در نشست سارک رسیده، اما با آن پاسخ مثبت ندادیم. تا هنگامی که پاکستان فعالیت‌های تروریستی‌اش را در هند توقف ندهد، هیچ گفتگو نخواهد بود و ما در سارک شرکت نخواهیم کرد. تا هنوز تاریخ دقیق برای برگزاری نشست سارک در اسلام آباد مشخص نشده است. با دنبال حملات تروریستی سال 2016 در منطقه یوری کشمیر تحت اداره هند که پاکستان به ارتکاب آن متهم شد، اعضای سارک به شمول افغانستان، هند، بنگلادش، بوتان، مالدیف و سریلانکا نشستی را که در همان سال در اسلام آباد برنامه ریزی شده بود تحریم کردند. پاکستان دست داشتن در حمله سال 2016 را رد می کند. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه ویدیویی را از دریانوردان اوکراینی که در کرمیا بازداشت شدند نشر کرده است. این دریانوردان که در 3 کشتی سوار بودند، روز یکشنبه از سوی نیروهای روسی بازداشت شدند. این یکی از کشتی هاییست که در سواحل منطقه جنجالی کرچ در بحیره سیاه سوی نیروهای روسی متوقف شد و سرنشینانش بازداشت شدند. کرچ در میان دریای ازوف و بحیره سیاه یگانه راه دانسته می شود. اوکراین به شمول ازوف و ماریپول چندین بندر دارد. اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه امروز ویدیوی بازداشت دریانوردان اوکراینی در 3 کشتی را نشر کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که تا هنوز تایید نشده افرادی که در ویدیو دیده می شوند به خواست خودشان سخن می گویند یا بر آنها فشار وارد شده. روسیه می گوید کشتی ها را با سرنشینان به خاطر بازداشت کرد که به صورت غیر قانونی وارد آبهای این کشور شده بودند. رئیس جمهور اوکراین این اقدام روسیه را غیر قانونی می داند
روسیه در سال 2014 کریمیا را از اوکراین جدا کرد و به خاک خودش ملحق ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صحبت با روزنامه واشنگتن پست گفته که شاید به دنبال افزایش تنش‌ها میان کیف و مسکو دیدار 30 نوامبر با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس گروه 20 لغو شود. تحقیق در مورد انفجار در یک فابریکه مواد کیمیایی در شمال چین ادامه دارد. در نتیجه این انفجار امروز 23 تن کشته و 22 تن دیگر شدیداً زخم برداشتند. انفجار در اینجا در منطقه جان جینکاو ایالت ایبای رخ داد. علاوه بر قربانیان و زخمی ها 50 موتر هم در آتش سوختند. بر اساس معلوماتی که از کمره های امنیتی به دست آمده، زخمی ها رانندگان موترهای زغال سنگ هستند که در برابر فابریکه مواد کیمیایی توقف کرده بودند. فابریکه حالا مسدود شده و به نقل از یک مسئول آتش سوزی در داخل فابریکه صورت نگرفته. رسانه های دولتی چین گزارش دادند که آتش سوزی خاموش ساخته شد و تحقیق در مورد علت آن ادامه دارد. و بخش از زینه اصلی برج ایفل در پاریس در یک نمایشگاه در بدل 169 هزار یورو فروخته شد. این نمایشگاه روز سه‌شنبه در پاریس برگزار شد و بهای زینه سه چند نرخی که در نخست بالایش گذاشته شده بود به فروش رسید. زینه که نخستین بار در برج ایفل یعنی یکی از عجایب هفتگانه جهان نصب شده بود. حالا این زینه به کلکسیون یک شهروند شرق میانه که مشغول جمع‌آوری اشیای نایاب در جهان است افزوده شده. نام خریدار تا هنوز افشا نشده است. زینه آهنین ایفل که 129 سال قدیمی است، جهار شر 3 متر ارتفاع و 900 کیلوگرم وزن دارد. زینه پارچه‌ای از 24 طبقه است که در سال 1983 میلادی به جای آن لفت نصب شد. آن را از 20 روز به این سو در شانزلیز پاریس در نمایشگاه گذاشته بودند. فروش بخش از زینه برج ایفل در پاریس. سپاسگزارم که با استودیو آزادی همراه بودید. تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما و فیسبوک، توییتر و یوتیوب رادیو آزادی در دسترس شماست. شاد باشید.